در برنامه ای هفته زندگی در امریکا شما را به یکی از نهادهای زنان در امریکا میبرم که در بخش کمک به زنان و پناهندگان تازه آمده کمک میکند. مریم کاکر، مدیر اجرایی نمایندگی نهاد زنان برای زنان افغان در ایالت ویرجینیا است. این نهادتان بسیار یک نام جالب داره. زنان بله. برای زنان افغان. بله. چی میکنین بر زنان افغان یا بر خانواده های افغان؟ ما کتشان کمک میکنیم از هر نگاهی که ضرورت داشته باشند که بتانیم که زندگیشان در امریکا که شروع میکنن بتانن که به یک سیستم مثبت شروع کنن و بتانن که زبان یاد بگیرن، بتانن که کار بکنن، بتانن که یک مادر خوب باشن، یک خانم خوب باشن یا بتانن که تحصیل تعلیم خود بگیرن. بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت و سلامت باشید. من داود صدیقی هستم. در برنامه ای هفته زندگی در امریکا شما را به یکی از نهادهای زنان در امریکا میبرم که در بخش کمک به زنان و پناهندگان تازه آمده کمک میکند. این نهاد در چند ماه گذشته تانسته با شمار زیادی از افغانهای تازه آمده کمک کند. اینکه در کدام بخش در ادامه برنامه خواهید دید. مریم کاکر، مدیر اجرایی نمایندگی نهاد زنان برای زنان افغان در ایالت ویرجینیا است. این نهاد 23 سال می شود که آغاز به فعالیت کرده و مرکز اصلی آن در ایالت نیویورک است. پس از آمدن شمار زیادی از افغانها در چند ماه گذشته به امریکا و به ویژه به ایالت ویرجینیا، نهاد زنان برای زنان افغان نمایندگی جدید خود را در شهر الکساندریای این ایالت باز کرد و حالا در این دفتر 6 نفر در بخش‌های مختلف مشغول کارند. خب مریم جان، حالا می‌خوایم که شما مرا امی دفتر خود نشان بتین که چه بخش‌ها دارین و کی‌ها همراه شما کار می‌کنند. بله، از هر دفعه می منطقه ریسپشن ایریاست که اینجا فامیلا که میآیند ماتل می‌باشند تا وقتی که دفترهای مختلف میرن. روبیکا جان نوری ادمنستریتیو اسیستنت ماست که کت کالگی ما بسیار زیاد از هر نگاه کمک میکنه و ای منطقه کانفرنس تیبل ما اینجا میباشه و اینجا میتینگ میداشته باشیم. یک 2 هفته پیش لیگل ورکشاپ داشتیم در اینجا که تقریبا 15-20 نفر آمد و 2 روز اینجا کار کرد، کت لایر ما، کت کیس ورکرهای ما، کت کل ما که اپلیکیشن های اسایلم شونه و 2 روز کار کردیم کلش فایل شد. دیگه ورکشاپ می داشته باشیم به خیر به خانما در اینجا سرکل تایم کورس های انگلیسی به خیر. دیگه ای آفیس لیلا جان قندهاری است که ای منتل هلت تراپیست ماست. من لیلا قندهاری هستم، من مشاور روانشناس هستم. کار ما اینجا حمایت کردن هموطنان ما هست از لحاظ روحی و روانشناختی. خیلی از افغان‌ها با مشکلات زیاد اینجا آمدن و بالاخره مشکلات مثل افسردگی، استراب و حتی خیلی ها تروماهای پشت سر گذاشتن که باعث میشه یک کمک پروسه ریسیتلمنت اینجا به اینا سخت میکنه. ما به اینا کمک میکنیم تا بتونن از منابع بیرونی و درون روانشناختی که دارن استفاده کنن و بتونن با آرامش بیشتر زندگی کنن. ای دفتر سنم جان است که اترنی امیگریشن ماست که از اینجا کار میکنه، از نیویورک هم کار میکنه. ای دفتر خودم است. در رابطه با لباس ها نگفتین مریم جان چی لباس های مقبول است؟ تشکر. چرا اینجا دفتر تو نویزان است؟ ای لباس ها از 1-2 هفته پیش گراند اوپنینگ ما بود
به می آفیس از اون وقت که یکی به دوستا آورده بودم، یکی از خودم هم اینجا مانده. ماشاءالله. خب دیگه ای آفیس دیگه از دفتر از کیس ورکرهای ماست که اینجا فوزیه جان صمدی است و مکیس جان جاوید. دیگه بخیر اینجا پلان داریم که یک کیس ورکر را دیگه هم تا یک ماه دو ماه بخیر هایر کنیم. این دفتر هم بخیر ایژوکیشن کوردینیتر ما که در آگست شروع میکنه میگیدن. دیگه این منطقه همیال بیخی اوپن است که اینجا پلان داریم که بخیر صنفای انگلیسی خود بگیریم. یک دانه بورد کلان در اونجا داریم. این هم تو اوپن نگاه کردیم که باز در این منطقه صنفای انگلیسی، صنفای سیتیزنشپ، ورکشاپ های مختلف بخیر شروع میکنیم در آگست. این وسایل که برای کودک هاست دلیلش چی هست اینجا؟ این یکان نفر ها که میاین، یکان خانم ها تفلکشان کتشان میباشه، باز در اینجا یک دقیق مصروف نگاهشان میکنیم تا وقتی که کارشان شود. بسیار خوب. نهادتان بسیار یک نام جالب داره، زنان. بله. برای زنان افغان. بله. چی میکنین بر زنان افغان یا بر خانواده های افغان؟ ما کتشان کمک میکنیم از هر نگاهی که ضرورت داشته باشن که بتانیم که زندگیشان در امریکا که شروع میکنن بتانن که به یک سیستم مثبت شروع کنن و بتانن که زبان یاد بگیرن، بتانن که کار بکنن، بتانن که یک مادر خوب باشن، یک خانم خوب باشن، یا بتانن که تحصیل تعلیم خود بگیرن، در پای خود استاد شوند. بله. یک مسئله واضح هست، هر پناهنده که به کشور تازه میره، بله، با فرهنگ و زبان و کلتور و کشور ناآشنا میباشه، با مشکلات روبرو میشه. یک واضح است که شاید بیشتر افغان ها بفهمند، اما من میخوایم به طور مشخص بفهمم که مشتریان شما، مراجعین شما با چی مشکلات روبرو هستند؟ شما در کدام بخشا مشخص و کمک میکنین و تا حال در کدام بخشا کمک تانستین و موفق بودین؟ زیادترین پریشانی که داره نمیال فامیلا و افغانایی که اینجا با تماس کرد ما میشن از همین مسئله کیسشون، کیسای امیگریشنشون، کسایی که در اسایلم آمدن پریشان است که یعنی کیسشون پیش بره قبول شوند. بسیاری هایشان فامیل هایشان در افغانستان ماندن. بعد از او امی مسئله این امی پریشانی در درون فامیل در خانوادگی بین خانم و شوهر مشکلات است، به خاطر از این که مشکلات است که مردا این امی را قبول کنن که خانما مثلا درس برن یا کار برن، یا خانما مشکلات دارن که مثلا انگلیسی رو میخواین یاد بگیرن، مگم در امریکا فامیل یا کس دیگه نیست که اولادایشون طفلایشون کمک کنن، نگاه کنه که یا برن درس بخونن یا اولادایشون از بستاپ بگیرن. امی منیجمنت زندگی در امریکا برای فامیلا یعنی بسیار زیاد مشکل است تا که عادت کنن و می کالچر امریکا. اینال در ضمن که زبان هم نمیفهمن، بسیاریشون هنوز درایو نمیکنن دیگه، یعنی از هر طرف برایشان مشکلات زیاد است و بسیار زیاد به می کمک افغانایی که در اینجا در مخصال بودن مردم بسیار به کمکشان یعنی ضرورت دارن. اگر ایتو دستبندی کنین مشکلات نفهمیدن زبان و چند مسئله یاد کردین، چند دسته مشکلات به ویژه زنان افغان مواجه هستن وقتی که به امریکا میان؟ مشکلات زیاد بسیار زیاد دارن. اول خب ما فکر میکنم برای کسایی که شوهردار و اولاددار است، امی مشکلات از امی که یک مادر و پدر
به سیستم امریکا عادت کنن. مادر و پدر سیستم امریکا چگونه است؟ به اینکه کمی سرش گپ بزنیم. بله، امی که یعنی در اولادت در بستاق میبری، کتش کارخانه گیشه کمک کنی، کت ملمایش به تماس باشی، اگر مثلا نان مکتب نمیخوره چی برشت مکتب رایی کنی که بخوره. کت اولادایی که یک ذره کلانتر است، مثلا در امریکا حساب بولینگ است که مثلا چندین تا شاگرده مثلا یک شاگرده آزار میتن یا سرش به حساب ما بگویم مذاقرش خندی میکنن که او زیر تاثیر میره، او رو بولینگ میگن. که بسیار زیاد یعنی جوان ها این مشکلات پیش میبرن. همینجا چندین مادرها آمدن میگن که بر ما که یعنی بچه‌م یا دخترم گریان میکنه، نمیخواه مکتب بره به خاطر از اینکه سر کالایش خنده میکنن یا سر روزه گرفتنشان خنده میکنن یا سر زبانشان. و این بسیار سر جوان ها فشار میاره برای یک مادر، هم به پدر مگم چون پدر کار میره و مادر بسیار مشکل است که اولاد خود ببینه که یعنی اقل مشکلات پیش میبینه. دیگه مشکلاتی که خانم ها زیاد اینجا میبینن به امی که زبان نمیفهمن، برشان مشکل است تا که انگلیسی یاد بگیرن، کورس رفتن و چیزا هم برشان مشکل است اگر اولاد داشته باشن، به خاطر باز هم مسئله بستاپ بس و اولاد خردشان. مشکلات دیگه که خانوادگی برای مردا بسیار زیاد مشکل است که قبول میکنن که خانمشان مثلا بیرون برن کالا به سیستم امریکا بپوشن یا مثلا یک دوست و فامیل خورخونده پیدا کنن. دیگه همی مایندست کلگی یعنی هنوز هم زیاد در سیستم افغانستان است و گناهشان نیست، اون هم کلچرشان است. این حالا وقت میگیره که به این کلچر عادت کنن. این همی مشکلات خانوادگی، یک مادر خوب مادر موفق باشن برای کیس های امیگریشنشان. دیگه این مشکلات زیاد سر خانما یعنی از کسایی که اینجا بیاین این مشکلات خود زیادتر هم یا بر ما که گفتن این مشکلات داره. بله، چند موضوع دیگه هم ما تا جایی که آگاهی دارم وجود داره. بله، خوشنطای خانوادگی هم بسیار پیش میه. بله، به ویژه در بین کسایی که تازه آمدن به خاطر که با قوانین امریکا آشنایی بله. ندارن این مسئله مس... شما قضیه‌ای داشتین، شما در این مسئله هم دخالت میکنین، همکاری میکنین؟ کمک میکنیم کسی که پیش ما بیای مشکلات داشته باشه. مثلا چندین کیس امیال خانما داریم که متاسفانه خانما در شلترا بودن در اینجا وقتی که در اینجا شوهر و خانم جنگ کنه و سر صدا و حال مقال زیاد شوه، همسایه ها پلیس میخواین و در همیتو کیس ها شده که مثلا شوهر بندی شده، باز که شوهر پس آمده باز اگر صدایشان خیسته مثلا خانم سر شوهر restraining order گرفته، یا یک فامیل است که شوهر گفته که خانم ما مثلا تکلیف عصبی داره، هیچ فکرش کار نمیده، زندگی اولاد ما در خطر است. آلوم که زن یعنی اینجا آمد صحیح گپ زد، کل چیز صحیح بود، مگم شوهر تفلار از پیش خانم گرفته، خانم در منتال وورد یک شفاخانه داخل کرده برای دو هفته که ای شیز دینجرس فور دی کیدز. این همه خزیم چیزا یعنی آدم میبینه که کشگیر بین خانم ها و شوهر ها زیاد است، به خاطر که شوهر ها به نظر ما در ترس از ایستن که کنترل خانوادگی از پیششان نره و خانم ها میخواین که زبان یاد بگیرن یا برن کار کنن یا بتانن که مثلا در پای خود استاد شون. این حال باید اینمی فهم باید به کلگی فامانده شوه که کلچر افغانستان و امریکا فرق میکنه، مگم ضرور نیست که او کلچر رو از دست بتیم که کت از این کلچر خود گرد کنیم، میتونیم که دوش نگاه کنیم. چه گپ زدین؟ بسیار جالب. بخاطر که
ممکن است بیننده‌های ما، ممکن است کسایی که برنامه رو می‌بینن یک برداشت عجیب کنند که خب ما هم ارزش‌های داریم که پابند به او هستیم، نمی‌تونیم از اونا تیر شیم، اگرچه امریکاست امریکا باشه. ما ارزش‌ها رو می‌خوایم پابند باشیم بهش. روی وسطی که هم ارزش‌ها حفظ شوه و هم یک خانواده سعادتمند و خوب به میان بیایه وجود داره، شما چی میکنین و پیشنهاد شما چی میباشه برای می خانواده‌ای که با خشونت روبرو میشن؟ چگونه میتونن مشکلات خود حل کنن؟ بیاین یک مثال میتونم سوالم کردم، یک مثال میتونم. بله. در افغانستان معمولا زنان در خانه هستن. بله. بیشترشون کار نمیکنن. بله. یک تعداد محدود فرصت تزیر میابند که درس بخونن، کار اکثر نمیکنن. وقتی اینجا میاین به عین وضعیت یک زن میتونه زندگی بکنه. شما یک نکته خوب پیشتر یاد کردین که یک مادر خوب باید باشه. مادر خوب اول باید باسواد باشه. بله. مادر خوب شده بتونه در امریکا. خب چگونه میشه که یک خانواده خوبی که هم ارزش‌های افغانی و اسلامی را اگر بگیم حفظ کنه و هم در امریکا یک زندگی خوب داشته باشه؟ چطور امکان داره؟ امکان داره یا نه؟ امکان داره. بله امکان داره، چون در اینجا زیاد افغان ها هست که زندگی میکنن، زندگی خوش آرام دارن. باید بین خانم و شوهر بینشان همی کمیونیکیشن باید باشه که کتی یکی دیگه بتونن که امو گپ بزنن، نه به ای که حساب چی نشه، حساب کنترل نباشه. بنابراین برای از این امی ما اینجا منتال هلت کانسلر خود داریم که زیاد خانم‌ها و شوهرها که آمدن که ازشان گپ زدن برشان کمک شده، چون بازم اونمو گپ است که شوهر یک کش میکنه و خانم دیگر طرف و اردوشان عین چیز میخواین، عمیقه میخواین که یک زندگی مثبت و یک زندگی کامیاب پیش ببرن در امریکا. بله. بین یک سوال دیگه پرسان کنم میشه ببین دایم هم جالب باشه. قضیه هایی که به شما آمده و شما در ذهنتون مانده، قضیه هایی که بیشتر توجه شما رو جلب کرده به خاطر دارین که با ما شریک بسازین؟ ضرور نیست نام افراد بگیریم که نمیگیریم در این برنامه. آیا قضیه هایی بوده که به صفت یک درس شوه بر دیگرا بر شما عجیب بوده یا شما رو بیشتر توجهتون جلب کرده در بین افغانا؟ زیادترین کیس هایی که پرابلم خانوادگی دارن این همیست که سر و صدایشان بلند میشه و در این حال امسایه پلیس میخواین. باز این مسئله خانوادگی یک مسئله قانونی جور میشه. یعنی کوشش تنها به سر صدا یا خشونت فیزیکی هم میباشه؟ نه خیر، خشونت فیزیکی تقریبا هر دفعه میباشه. اینال وقتی که پلیس میایم میبینه که مثلا خانم اوگار است یا کبوت است. این چیز در افغانستان مثلا طور عموم قبول بود، در اینجا نیست. این میره یعنی کلگی بسیار بود متوجه باشه که کوشش کنن که به زبان کتی یکی دیگر پیشرفت کنن به خوبی که یکی دیگر بفهمان، از این که مثلا به حال مقال یا به فیزیکل ابیوز. در این حال طفلایشان در خانه است و چی یاد میگیرن؟ بر از و مثلا صبح میخیزن مکتب میرن، یک فکر آرام باید داشته باشن، خواه آرام باید بکنن، مکتب خود مثلا از افغانستان ایلا کردن، دوستای خود، خانه خود. برای طفلان بسیار مشکل است، برای جوانان بسیار مشکل است. اینال در این حال که ببینه مادر و پدرم یک مشکلات در خانه است، دیگه ای بسیار فشار سرشان بسیار زیاد می آید. به او خاطر یعنی بسیار مهم است که کمکی که برشان است اینمی کانسلینگ است که کمک بیایند گپ بزنند کت کانسلر، کت کیس ورکر، کمی مشکلات هایی که دارن از هر نگاه که آدم بتانه که یک ذره کمی وزن که سرشان هایشان است ما بتانیم که یک ذره کم کنیم به سیستم. اگر که کیس اسایلومشان باشه، اگر مشکلات در مکتب دارن کت اولادای خود، اگر که مشکلات در مدیکیت خود یا دکتر خود دارن، اگر در خانه یافتن دارن، اگر در دلتنگی، از هر نگاه که اگر کمک ما بتانیم که وزنشان از سرشان همی پریشانیشان کم بکنیم که در این حال مثلا در خانه بتانن که پریشانیشان کمتر باشه. موضوع کودکار یاد کردن بسیار مهم هم از طریق شوهر، نه تنها که خشونت خانوادگی بین خانم شوهر یک مسئله جدی است، خشونت با کودکا هم
یک مسئله بسیار جدی است که ممکن است یک خانواده کودکای خود از دست بده. بله. اما بله. حق داشتن یا نگه داشتنشان در این مملکت که بسیار مسئله جدی است، قضیه های وجود دارد بین بله. بانا؟ بله. چگونه بوده و چه عواقبی داشته برشان؟ یک کیس داشتیم که یک دخترک مکتب معلمش چند دفعه متوجه بود که بازوش کبود بود. 13 ساله دخترک بود. خواهی که از دختر پرسان کردی گفت که 70 و به حساب تیر خدا آورد. این حال در امریکا معلم ها حق دارن که کدام چیز اگه ببینن که در نظرشان بیایه که یه اولاد کسی را اوگار کرده یا میزنه، میتونن که با CPS اول میتن، Child Protective Services، اداره حفاظت از کودکان. بله. و این امی معلم همی کار کرده بود و CPS راستن میره در خانه ایشان که مادر بابیش گپ زده بود. این امی سرشان به حساب یک دوسیه واز میشه. چندین بار خانه ایشان رفته بود، باز امی کارباز جریان گرفته بود. این دخترک از پیش مادر پدرش به چندین هفته گرفته شده بود به خاطر از اینمی کیس دیگه. قسم از اینمی کیس های دیگه قسم که داشتیم دپرشن، مثلا اولاد هایی که در خانه نمیتونن که گپ دل خود مثلا بر مادر پدر خود بگوین که در مکتب ما چی مشکلات داریم، یا مثلا میخواین که در مکتب بیاین کالای عادی بپوشن، نمیخواین که تنبان بپوشن، نمیخواین دخترها چادر مثلا بپوشن. در خانه سرشان اینمی چیز مثلا فشار است که اینمی به قسم سیستم افغانستان باید تو لباس بپوشی. اینالی دخترها مثلا اینمی سرشان فشار است که جیگر خون شدن، دپرست هستن، پشت افغانستان دق شدن، پشت فامیل خود، پشت دوستای خود. بله. وقتی خشونت خانواده، اعضای خانواده به ویژه والدین با کودک رخ میده و از او اداره حفاظت از کودکان آگاهی پیدا میکنه، عواقبش چی میباشه بر خانواده؟ نظر به کیس است دیگه. نظر به کیس است. اگر که کیس بسیار زیاد مثلا جدی باشه، در این کیس مثلا اگر که سکشوال ابیوز باشه، کمیال یک کیس داریم، یک دخترک دخور است، اردوشان دمی حالت هستند. این حال دو قسم حالت طفلا 100% گرفته میشه از خانه و بعد پیش دولت میباشه. اگر که مثلا تنها فیزیکال ابیوز باشه، در این حال کوشش میکنه که برای فامیل مثلا کمک کنن، کانسلینگ کمک کنن که کتشان یعنی امی دیگر رخ نده. اگر که ببینن که نمی موضوع باز رخ میده، باز همون همون گپ از اولاده یعنی از پیش فامیل گرفته میشه تا وقتی که 100% اطمینانشان نباشه که مو کمک که ضرورت دارن که اعصاب از یا آرام تر باشه و بتانن که اولادشان در خانه مثلا سیف باشه، اولادشان پس برشان نمیدن. یک نکته را که بیشتر میخواستم یادآوری کنم، حالا میگم که جوابش را میخوایم از شما بگیرم. اگر خانم شوهر بین هم گفتگو میکنن موضوع فیزیکی میشه یا ضرب و شتم به میان میایه و از این پلیس آگاهی پیدا میکنه، عواقبش برای یک خانواده چگونه میباشه؟ نظر به تجربه شما، نظر به معلومات شما. و امو وقتی که امو شوه که مثلا امو روزه که امو وقتی که پلیس میایه، عموما چون مسئله فیزیکی در بین بوده یار جدا میکنن و جدا به ای که مثلا اگر عموما مرد اگر که خانم زده باشه مرد راسن میبرن بندی میکنن و اینه اینجا زیاد پرابلم های دیگه واز میشه به خاطر از اینکه مثلا مسئله قانونی میشه برای از یادم یک کیس جور میشه در امریکا دیگه باید 24 ساعت یا 48 ساعت او در بندی خانه می باشه، باز پس میتونه خانه بره. در ضمن مثلا یگان وقت خانم باز میتونه که restraining order بگیره که نفر شوهر نزدیکش نشه که آگارش نکنه. باز به اینکه میگه سلاح یعنی که محدودیت وضع میکنه سر شوهر خود که خانه نبیایه، اجازه مثلا تا 2000 فیت نمیتونه که نزدیک خانم خود بره. بله. خانه آمده نمیتونه. خانه نمیتونه آمده. بله.
و حالا یک کیس دیگه داریم که جالب است که اینمی حالت یک شوه سر خانم خود کده، با وجود که خودش خانم خود لطکو کده، مگم او بیچاره زنش انگلیسی نمیفهمه. و ای وقتی که پلیس آمده ای میگه که اولاد 3 ساله مرا ای میخواست که بکشه، این کارده گرفته اکثر از این زن بیچاره که هیچ انگلیسی نمیفهمه، این قصه را جور کرده که و این زن بردن در منتال هلت کلینک شامل کردن. و 2 هفته او زن در شفاخانه بیماری روانی بود. بله. اولادش هم ازش گرفته. این حال در این حساب، یعنی این خانم اینه سرش کیس است که مثلا این اولاد خود دیده نمیتونه. اگه که ببینه باید یک نفر دگان باشه که چون این اولاد خود اوگار نکنه. اینال تا که خانم بیچاره از این مسئله برایه بسیار وقت میگیره و بسیار زیاد مشکلات و جنجال میبینه. یک نکته بسیار جالب در امی قضیه که یاد کردینی است که گفتین تا جایی که معلوم میشه از صحبت شما طوری ما نمود کردین که این زن به نحوه بیگناه است. بله. و متهم شده. اینال چگونه میتونه این ثابت بسازه؟ زبان نمیفهمه، آیا نهادهای مثل شما کمک میکنه؟ چگونه میشه که ثابت شوه که مجرم اصلی کی بوده؟ یا پدرش قصدن این کار کرده یا خانم واقعا این مشکل داشته؟ این قضیه چطور میشه؟ ما کتش کمک کردیم که کتی یک وکیل به تماس کتش ساختیم. در این حال کتی وکیل به حساب ترجمانیش هم کمک میکنیم که بتانه استاستا که وکیل ثبوت جمع کنه که خانم هیچ وقت این مشکلات روانی نداشته. در افغانستان ماستری خود گرفته بود، کار میکرد، اینجا دوست داره، فامیلای دور داره که بتونه مثلا بگوین که هیچ وقت مثلا کدام کار کدام پیشرفت نکده که ما فکر کنیم که تکلیف روانی داره، اولاد خود بزنه یا به قسمی که سرش تومد شده که کار ده گرفته بود که ای شوهر خود بزنه. بینمی حسابا در این حال میتونن که باز ازش چی میکنن؟ سایکولوژیکال تستینگ میکنن که دوام مثلا ترجمان کمک کار میداشته باشه که کت از این خانم که خود سایکایترست یا سایکولوژیست ببینه که یعنی ایوالیویت کنه که امی خانم مثلا امی تکلیف هایی که شوهرش میگه راستی داره یا نداره. بیاین به صفت کسی که در این بخش کار میکنین تا حدی با قضیه های مختلف روبرو شدین، مشوره شما برای خانواده های افغان چی است در کل؟ پیام اینمیست که بتونن که خود ادمی قانون های امریکا خود بلد بسازن که رفتارشان در فامیل از این که از خشونت و فیزیکی باشه امیره به زبانی و به کمیونیکیشن پیشرفت کنن، به خاطر از اینکه اگر که از طریق خشونت اگر پیش برن برایشان بسیار زیاد قیمت تمام میشه، به این که طفلشان از پیشان گرفته میشه یا خانم بندی میشه یا شوهر بندی میشه، مشکلات بسیار زیاد برشان میشه. دیگه همین پیغام است که یعنی کوشش کنن که از این قانونای امریکایی امریکا بلد شون، به می کالچر و سیستم امریکا خود بلد بسازن، زبان یاد بگیرن، بتونن که مثلا در جامعه خود یک کارگر یا یک امریکن افغانی که بتونه که پروداکتیو باشه، هم به خانه خود، هم به فامیل خود، هم به